اون سی دی بودش که من دیروز خدمتتون تقدیم کردم، شما تش برده بودید دفتر. اون سی دی اشتباهیه، من الان داشتم میرفتم پدر از بیمارستان ترخیص کنم، گفتم سر راه این سی دی درست سرم خدمتتون تقدیم کنم. زرنگار بچه شدی؟ بالا بری پایین بیای، من میگم اینا این تو هن، ما رو دیدن میخوان دوباره دکمون کنن. تو میگی این تو هن؟ باشه قبول، ولی اگه نبودن چی؟ اگه واقعا دم در خونه بودن چی؟ همایون اینجا وای میسته، بالاخره میخوان برن بیرون که، میگیرتشون. این ندید ولیدام از کنه چسبیدن ولم نمیدن. دوباره ما هم عکس بندازیم آقای دوباره. اما پسر بارو کنار گفتن. دوباره ما هم اونجا رو. کجا رو؟ اشاره شدیم. بعدی یه جوره این لولایی رو از اینو جدا کنیم. چی جوری؟ گرفتم. نبسه. خوب شد. یه دونه عکسم با من سرنگار بندازید. یه دونه با خانوم اینا. شرمنده میگه من تلفنم زنگ میخوره. باشه ولی دفعه بعد. من همه سریالای شما رو دیدم، همه فیلماتون رو دیدم. یکم مردمی باشید آقای لولایی. آقای لولایی خودتون نگیرید. شش با همتون عکس میگیرم. بذارید من تلفن رو صحبت بکنم چت. الو. سلام، من آرش هستم. شما الان کجا هستی؟ من الان جلوی دفترم، شما کجایی؟ ما همون آدرس قبلی ایم که براتون فرستاده بودم. فقط من معذرت میخوام ازتون، فقط اگه میشه شما یه نیم ساعتی بریم بشین توی ماشین، یا نه 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 بهتر بریم یه دور بزنید تا ما خودمون برسونیم. 20 دقیقه. با یه شماره شما اس ام اس و آدرس میدید، بعد با یه شماره دیگه یا آدرس دیگه میدید، میگید بیا اینجا. بابا موقعیت منو درک کنید، الان مردم اینجا تو میدونی که چرا ایت منو بابا. من دارم میرم خونه، اگه دوست داشتین یه نفر رو بفرست خونه اونجا قرار داد میبدیم. خداحافظتون. ببینید خود آقای لولایی هم نقش آقای لولایی رو بازی میکنن، نقش خود آقای لولایی رو بازی میکنن. کلیه عوامل این فیلم میان و مستقر میشن داخل یک تاکسی ون. عزیزانی که جلوی دوربین ما قرار دارن، تک تک بازیگرها میدونن دارن برای ما بازی میکنن، ولی برای بازیگر مقابلشون دستشون رو نمیکنن، یعنی نمیگن ما داریم برای هم دیگه بازی میکنیم. این چیه؟ باعث اتفاقات و مستنداتی میشه که هول و هوش شخصیت شما اتفاق میفته که مسیر اصلی قصه ما رو پیش میبره. فقط میشه بفرمایید اسم این فیلممون چیه؟ خروس. حمید رضا چی کار داری میکنی؟ ببینم تا قبل از اینکه بابات بیاد میتونی خفش کنی؟ وحشی خوب آب نمیخوره، چی کار کنم؟ میخوام یه ذره آب بهش بدم. لازم نکرده، اونی که میخواد سرشو ببره خودش بهش آب میده. خودم سرشو میبرم دیگه، همچی میگه انگاه جای دوستر. توی خونه بزرگتر از تو نیست؟ اصلا از این به بعد کارهایی که بزرگتر رو نمیتونن توی خونه انجام بدن و من انجام میدم. برای خروس میبرم، خواستگاری میکنم. خلاصه از کارهایی که بزرگتر رو نمیتونن انجام بدن و من انجام میدم. آقا جونه، میگه اسی هنوز نرفته دنبالش. الو نصرت، اسی را افتاده. حتما تو ترافیک گیر کرده. تو وسایل مسائلتو جمع کن، آماده باش. مادر من. که دیگه اسی میاد معطل نشه. قطع کرد. چرا حرف قطع کرد؟ الو نمیذاره بگم که، فقط زنگ زده میگه از صبح من منتظرم اسی نرفته دنبالش. میگه قضیه این چکم علکی نباشه. ایوا خود من چکو دیدم، بابا تم دید 20 میلیون بود، بده من ببینم. لطف کردی، خیلی ممنون. پس ما دیگه منتظر تماس شما هستیم. بله حتما. فقط میخواستم بزرگواری بفرمایید خانم هر جایی که میخوان تشریف ببرن، هر کاری که میخوان انجام بدن، ما رو در جریان بذارن. بالاخره لازم ممکنه زنگ بزنیم آفیششون بکنیم، قرار شد تشریف بیارن سر فیلم برداری. بله یه کار سخته دیگه، بعد آقای کیا هم شکست نفسی میکنن، ایشون خودشونو درگیر این چیزا نمیکنن. من مسئول این کارم، به من بگید اگر که آب خواستینم حتی به من بگید. حتما حتما. خب دیگه من ستاره رو دست شما میسپارم، چون من گرفتار کارخونم، نمیتونم تون تون بیام خدمت. خیالتون راحت باشه، ما عین چشمامون ازش مراقبت میکنیم. تایمایی هم که پیش ما نیستن شما خودتون از چشماتون مراقبت کنیم. موبایلتون داره زنگ میخوره. مامانه ببخشید، موبایل زنگ میخوره، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید. خب دیگه ما هم از خدمتتون مرخص میشیم. خداحافظ شما. الو جانم ماما. نه هنوز را نیفتاده. بله. این چه حرفیه میزنی مادر من؟
ندارم راه میفتم دیگه. آقا جون تا یک ساعت دیگه پیش شماست. آقا جونم زنگ زدن شما بفرمایید که اسماعیل تو راهه. آقا نصرت هم به سلامتی داری میره؟ بله دیگه. آقا توی این مدت اگر شما برادرتون حرفی حدیثی از ما شنیدید، ما رو به بزرگی خودتون ببخشید. خواهش میکنم. این حرفا چیه آقا نصرت؟ شما ما رو حلال کنید. توی این مدت زحمات ما رو دوش شما بوده. آدرس میدم انشالله در دلیجان در خدمتتون باشیم، از خجالتتون در بیام. ما که تعریف از دلیجان خیلی شنیدیم. ایشالا یه پنجشنبه جمعه با اهل و عیال خدمتتون میرسیم. افتخار میدید. خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. آقا نصرت یه دقیقه سری بیا. ایشالا که خیره. باز دکتر اسدی ما رو احضار کرده؟ نه بابا، خواهر قهرمان جهان حالش بد شده. خب چرا به من میگی؟ به دکتر پرهام بگو. بابا به اونم گفتم، دختره میخواد با شما حرف بزنه. بیا بریم. ایشالا که خیره. حالا یه خود یواشتر رو این قلب دجله نکن. این که تحقیل شده چرا حالش من نمیدونم. بیا خورت ببین چه خبره. ببینیم تو ولی اینجا نبیرون. خانم عباسی جشن تولده؟ نه آقا نصرت، جشن تولد نیست، جشن خداحافظیه. شهیدیم که میخوای مرخص بشی، گفتیم یه جشنی برات بگیریم. جشن اصلی رو که شما باید بگیری، چون یه خانم خوب گیرد اومده. مگه نه خانم عباسی؟ بله، ولی باید قدرشم بدونن. دکتر کارش درسته، قدرتون رو میدونه. خب من موندم چی بگم؟ ایشالا 120 سال عمر با عزت بکنی، الهی همه تون عاقبت به خیر بشی. آقا نصرت فکرشم نمی کردم یه روز یکی از مریضان بخواد مرخص بشه من انقدر حالم بد بشه. ما شما رو دوست داریم آقا نصرت. دل به دل راه داره، برای همین بود که آستینا رو برات بالا زدم. پس به افتخار شما. آقا قهرمان. آقا نصرت خیلی مردی. سالاری خواهرت چی شد؟ بهترم، مرخص شدم، دارم میرم خونه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خدا رو شکر. آقا نصرت من میخوام خواهرمو برم برسونم، بعد برگردم برم سراغ اون پسره روزبه پیداش میکنم. خرج بیمارستان و پول داروها و اون پولایی که از خواهرم گرفته از حلقومش بکشم بیرون. پول شما و دامادتون هم دو دستی تقدیم میکنه. این حرفا چیه؟ برو فکر سلامتی خواهرت باش، در ضمن دنبال اونم تنهایی نرو. نترس آقا نصرت، بچه تهران نمیتونه سر بچه شهرستان رو کلا بذاره. بچه تهران و شهرستان نداره دیگه، آدم بیمعرفت بیمعرفته. پس به سلامتی هرچی آدم با معرفت مثل آقا نصرته صلوات. کار میکنی؟ چرا با ماشین اومدی تو؟ دلم میخواد گیر بده همچین بزنم تو دهنش، نفهمه از آدمیزاد خورده یا چهار پا. آها همینه، گفتم ببین پول به آدم جرأت میده، الان شده یه پا شیر. دیگه هیچ کسی جرأت نداره به حرف بزنه. برو حرف بزنه حالشو میگیرم. علیکم. سلام عزیزم، میخوام برم تو. بفرمایید. یعنی گیری نداره؟ نه چه گیری؟ بفرمایید. پسر نصرت خانو میشناسمشون، خیلی هم آقان، خیلی آقان. بفرمایید. یعنی مدیریت نگفته خانواده آقا نصرت اومدن نذارید بیاد تو بگیرید ببندید؟ نه چه گیری؟ فقط این تاریخش از کیه؟ تاریخ چی؟ تاریخ این چکی که تو جیبته. شما کجا میدونیم؟ ناسلامتی یه عمر ما این کاره ما، تمام بیمارستان هم میدونن که آقا نصرت امروز میخواد ترخیص بشه. فقط سری بری کارش انجام بدید تا ساعته داری تمام نشده. بفرمی بفرمی. بریم. تو الان تو گوش اینم بزنی هیچی بهت نمیگه. بریم درسته؟ بله، تازه ما چشم میکنم. بفرمی ادامه بده. الو
اسی تویی؟ کجای مادر؟ چی شد؟ اوه 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 یکم لفتش بدین؟ آره تو ما آماده شیم. خیلی خوب. حمید رضا، حمید رضا اون خروسو بردار بیار، بابا تینا دارن میان. فرانک بدو اسفندو بیار. نکنم و هرچی گفت نه حرف بزن نه جواب بده. راجب اون 11 میلیون هم هیچی نگی یا بابا. 11 و 400 تو شد تو این هیروویل 400 شو میپوچونی. خیلی خوب. تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام. شما اینجا چی کار میکنی آقا ناصر؟ من زنگ زدم مامان گفتم بیاد. میگم حالا که آقا جون داره مرخص میشه بهترین بهانه است که این کدورت هم از بین بره. سر خروس هم ناصر میبره. بله بله. بیا اینجا. بیا. مگه من به تو نگفتم که نگو آقا ناصر بیاد؟ میذاشتی بابات میومد یه دو روز تو خونه میمون، من رو مغزش کار میکردم آمادش میکردم بعد آشتیتون میدادم دیگه. خب اگه مشکلیه میخواید من برم؟ پس گوشم نکنه میخوای خروس واسه آقا ناصر سر ببری؟ نمک نریز، اینقدر اون حیوان زمون بسر رو فشار نده، تخم میذاره ها. خروسمون. خیلی خب حاضر جوابی نکن. فرانک بدو اسفندو وردار بیار. آقا ناصر شما هم اینجا نمون، الان آقا نصرت میاد شما رو میبینه اوقات تلخی میکنه، اون وقت فکر میکنه این چند وقته که نبوده همه شما این دور و بر میپلکیدید. حال شما؟ سلام علیکم. سلام. خوبی شما؟ چه خبر؟ سلامت باشی. همدم خانم خیر باشه. کروسی و اسفندی و نکنه داری عروس میاریم و خبر نداریم؟ شالا همین روز عروس هم میاریم. خجالت بکش، هنوز دهنش بوشیر میده عروس عروس هم میکنه. مامان واسه خودم نمیگم که واسه داداش اسی میگم. والا به سلامتی آقا نصرت داره مرخص میشه بیاد خونه. به سلامتی. خدا رو شکر. خدا رو شکر. چشتون روشن. خیلی ممنون. آقا ناصر شما می‌خواستی بری برو دیگه. بله با اجازه. نه می‌خواستی یه کاری داشتی عجله داشتی وقتی نرسید. آها بله. برو زود برگردی. سلام علیکم. چطور شما؟ خوب هستی؟ سلامت باشی. خیلی ممنون. سلامتی. مرخص مرخص شده. بله. آقا جون اومدن. بفرمایید. باز کنید خوشحال خان به خونه خود خوش اومدی. بفرمایید خانم جواد اسلام بخیر. مرادی عزیز سلام. آقا نصرت بخیر. حاجی جون حالت چطوره؟ قربان شما. بفرمایید. سکن آقا نصرت می‌خوایم خروس جلو پاس سر ببرید. یعنی چی؟ آقا کامران شما زحمتشو بکش. مگه چاقو دست خودشو می‌بره؟ من عمرن این کارو نمی‌کنم. من این زمون بستر نمی کنم زیر خاک. آخه حیف نی؟ خیلی خوب بابا. اسی جان شما بیا. مامان من به عمرم تاله یه پشه نکشتم چجوری خروس بکشم؟ خب همدم خانم داره راست میگه. آخه واسه چی باید اینو بکشیمش؟ نصرت خان میگم که حالا که شما صحیح و سلامت شفا پیدا کردی اومدی پیش خانواده‌ات، این خروس هم بدش به من، ببخشش به من. با این که کاری نکردی که من باورتون نمیشه، اینو داداشم دوستش دارم. انقدر دعات میکنه. نه نکن. علی مردی این خروس هم مال تو. صلوات بفرست. الله عمر صلی الله محمد. بفرمایید. آقا نصر من با عزت میخوام با آشخانم بریم یکم خرید داریم انجام میدیم، حتما خدمتتون میشم. بعدم بیام مفصل با هم دیگه صحبت کنیم. قدمتون رو چش کمیش به اندازه دو ما باید با هم دیگه گپ بزنیم. مرمت عالی زیاد. بفرمایید. بفرمایید. اینجا بینم این خروسو بده حمید رضا ببره تو. من و تو باید تا جایی بریم کار داریم. بده به حمید رضا. حمید رضا بله بیا این خروسو ببر. به این میشه اطمینان کرد؟ باشه دریوری میگی بده بهش ببره دیگه. حمید رضا ببین این داداشو ببر بز تای حیات، بعد مراقب باشی موقعی گربه ای و فامیل کسی نه سر وقتش باشه. همون رفتاری که با من میکنی با این باشه. میخندی کفارو سلام ناصر اینجا چیکار میکنی؟ سلام بابا اومدم آقا نصرت رو ببینم. همدم خانوم گفتش که الان آقا نصرت میاد میبینتت شاکی میشه. بسی جون یه کاری بکن، من دیگه خسته شدم انقدر این فراری رو دویدم اینور دویدم اونور. با ناسلامتی منم عضو خانواده تونم. ببخشید اما بهتر که نباشی. بنده خدا نصرت کن بعد از دو ماه برگشت خونش. من گنگکاری کی بود؟ من نمیخوام دخالت کنم دیگه. من نمیخواد بی خودی ارث بخوری. حالا الان یه ذره آقا جون از دست دلگیره، منم دارم نهایت سعیمو میکنم که ذهنیت آقا جون نسبت به تو عوض بکنم. بعدم تا
تو هم یه ذره باید به حرفان گوش بدی دیگه. اسی جون من که به خاطر اینکه ماجرا حل شه هر چی تو میگی میگم چشم، دیگه چیکار کنم؟ خیلی خوب، میخوام از فردا خودت و ماشینت در اختیار من باشی. یه پروژه گرفتم، یه ماشین میخوام، یه آدم زبل هستی. بعد اون وقت این ربطی به ماجرای آشتی با نصرت خان داره؟ حالا ربطش هم تو بعدا متوجه میشید. قرار شد تو فقط بگی چشم، ولی این کار پول مولم توش هست؟ من همه زورمو دارم میزنم این 11400 تو رو زنده کنم. البته 12 میگه. و بعد تو میگی دخالت نکن بیا. آخه آدم از برادر زنش سود میگیره، خب بی‌معرفتی. عزیز من سود چیه؟ من 600,000 تومان به خاطر اشتباه آقا نصرت تو بیمارستان دادم به خاطر آمپولای اون دختره. اونم چشم، دیگه چی میخوای؟ آقا نصرت هم باید با ماشته کنه. قبوله. کوفت. یه دقیقه اینو ببند الان. فردا هم منتظر من باش تا بهت بگم کی و کجا بیای سراغ من. دیگه هم سر خود اینجا پیدات نشه. چشم. شکرت هم استیجون، دیگه هوای ما رو داشته باش. منم مثل داداشت. ولی به جونش افتم، مگه یه داداش مثل تو داشتم میزدم. میگرفت. برو داداش، برو. میزدش. برو. خلاص. یعنی چی این همه بذل و بخشش میکنی؟ اون پول فقط مال تو نیست. بگم ماشینش احتیاج دارم، نمیفهمی؟ اینا رو قبلش هماهنگ کن بابا، من بدونم بجور آجی باجی بشه. ببین کامران چی دارم بهت میگم. تا اونجا که میشه باید از حمیدلله اطلاعات جمع کنی. چه اطلاعاتی؟ اینکه چی کار میکنه، با کی میپره، به غیر از روز به بچه دیگه ای داره، آخرین پروژه‌ای که الان مشغولشه چیه. خلاصه هر چی بیشتر بدونیم از حمید لولایی کلی جلوتر. باری کلا بابا راه افتادی. این درسته. در زن اولین پرده فیلممون هم خودت پیاده میکنی. چاکرت هستم. چه پردی؟ میخوام الان بری خونه حمید لولایی، به حمید لولایی بگی داری از بیمارستان میه، بهش بگی با 1000 مصیبت تونستم شماره تلفن و آدرس تو پیدا بکنم. بهش بگی یه دختری تو بیمارستان بیهوش بوده، به محضی که به هوش اومده اولین و تنها کلمه ای که گفته حمید لولاییه. یعنی بخوای اونو وصل کنی به خب حالا اگه اومده گفت به من چه؟ نمیگه به من چه، چون میدونه پای آبروش در میونه. میخوام ببینم ازت بر میاد یا نه. بابا فکر همه جاش هم کردی. باشه، فقط وایس رو ببین چی بهش میگم. اصلا یه کاری میکنم، ببین از ترسش همین الان راه بیفته و من بیاد بیمارستان. خوبه؟ ببین فقط یه موقع سیرداغ پیازداغش رو زیاد نکنی، یه کار احمقانه انجام بده. نه همین خیالت راحت. همینجاست. کامران من تو ماشین منتظر میمونم، برو جلدی برگرد. فقط جون هر کی دوست داری، جون آقا منوچهر این دفعه دیگه خرابکاری نکن. خیالت راحت، فقط وایسا. به کی داری زنگ میزنی؟ به لولایی. برای چی داری به لولایی؟ الو سلام استاد لولایی، حالتون خوبه؟ من جلالی هستم. بله جلالی هستم، مددکاری بیمارستان. بعد بیام خدمتتون یه مطلبی رو بگم. متاسفانه آقای لولایی، برادر من، شما دیگه چرا؟ حالا میام خدمتتون. من آدرستون رو داشتم، الان نزدیکای منزلتون هستم. زنگتون چندمه؟ بله. نه نگران نباشین، خیره. میام خدمتتون. حال کردی چجوری مخو زدم؟ الان میام. واسه ببینم. تو با شماره‌ای که به حمید لولایی اس ام اس دادی، آدرس دفتر رو دادی، زنگ میزنی میگی جلالی هم از بیمارستان؟ آخ. گیان زدم. بابا این حرف میزنی وسطش. حالا چیکار کنیم؟ خاک بر سرت بکنن. رفتارش چجوری بود؟ به چیزی شک نکرد؟ چرا شک کرد که گفتم بیمارستانم، ولی آخه مردش رو ریخته تو نبرن. برای چی بدون هماهنگ من یه غلطی میکنی؟ برای چی اصلا زنگ زدی به حمید لولایی؟ خب خبرت میری پایین، زنگ در خونه‌شو میزنی میاد پایین دیگه. خیلی خوب بابا یواشتر، تو که زنگو بهم نگفته بودی که. من می‌خواستم زنگو بپرسم، هم می‌خواستم یه جوری برم تو اطلاعات بیشتر کسب کنم، می‌خواستم سورپرایزت کنم. بمیری که فقط بلدی گند بزنی. حالا نگران نشو، ببین بعید می‌دونم شک کرده باشه. تو اگرم شک کرد یه جوری میپیچونمش. اگرم فهمید آقا مگه می‌خواد دارم بزنه. لولایی که لولایی باشه. دوست خواهی میکنم دیگه.
من نمیدونم، هرجوری خودت جمع جورش کن. خیلی خوب باش، نگران نباش، حالا میرم اطلاعاتم پیدا میکنم میام بیرون. قیافم نگران میزنه؟ حالا کجا داری میری؟ یه آقا ببینم دیدید؟ بله، تصویریه. راننده بیمارستانه، بهش گفتم وایسه، نره من برگردم. بفرمایید، در بی زحمت به من. باش. آقای لولایی؟ خیلی خوش اومدید، بفرمایید. بفرمایید بشین، الان خدمت میرسه. صداتون چقدر آشناست. صدا که صدای خودشه. یعنی خودتونین. خوشبختم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. فکر نمی‌کردم یه روزی بیام نزدیک اینجوری بیام خونتون این عکس ها رو ببینم. این عکس جوونیاتونه. بازی می‌کردی از اون موقع نه؟ خود لولاییه. بله، در تئاتر بازی می‌کردم. خیلی خوش اومدید. ببخشید من معطل کردم، داشتم لباس می‌پوشیدم. خیلی خوش اومدید. اتفاقی افتاده؟ استاد چه کیفیتی؟ استاد خوشبختم. منم خوشبختم. نه واقعا میگم، من کامران خوشبختم، فامیلی من خوشبخته. اگه اشتباه نکرده باشم شما پای تلفن گفتی جلالی هستین، درسته؟ آره خب هستم، چون من پسفند فامیلیم جلالیه، پیشفندش خوشبخته، برای همینه. بعد خودم کامران صدا میکنم، کامران خوشبخت جلالی. خوشبختم. ما کاراتونو توی خونه میبینیم. بشین چای بیارم. لولای جان من چای خوردم. الان خدمت میرسم، بفهم میخواهش. تنها هستین درسته؟ بله. کجان؟ خانم بچه ها مسافرت هم، چطور مگه؟ نه همینجوری گفتم، حد زدم، گفتم که معمولا هنرمندا تنها هستن دیگه. میگم که این آقا روزبه شما هم تنهاست؟ روزبه رو کجا میشناسین شما؟ اختیار دارین آقای لولایی، ما اطلاعاتمون کامله، ما همه اخبار شما رو پیگیری میکنیم، به قول معروف ما کارهای شما رو همه رو تو خونه دنبال میکنیم، بیرون فرصت نمی کنیم، ما شما رو دوست داریم. امان از دست این خبرنگارا. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون، خیلی زحمت کشید. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم، بفرمایید. تشکر. باورم نمیشه. بعد واقعا این چایی با خودم ببرم. خب خونه در خدمت هستیم، بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. من همیشه توی کارهای خیر مشارکت می‌کنم، البته در وسع خودم. خدا عمرتون بده، خدا خیرتون بده، خدا از آقای لولایی کمتون نکنه، یعنی همینجوری موفق بشید. خب گوش میکنیم. اتفاق خاصی که نیست، یه اتفاقی افتاده و مسئولیت در میون گذاشتن با شما رو به عهده من گذاشتم و من برای همین اومدم. خیر باشه، چی شده؟ خدا رو شکر خطر رفع شده. من فقط یادمه که رئیس بیمارستان دوید اومد گفت خوشبخت، بودو برو هر جوری شده آقای لولایی رو پیدا کن، این خبر خوشو بهش بده. خوشبخت؟ آره دیگه، کی از من خوشبختر که مأمور خبر دادن به شما شدم. ببخشید من اصلا متوجه نمیشم، شما از بیمارستان تشریف آوردین که یه خبری خوش به من بدید. خب بگین چیه؟ نکنم من بچه دار شدم خودم خبر ندارم. درسته، واقعیت اینه که ما نمیدونیم هنوز بچه شماست یا نه، یا اصلا نسبتشو با شما نمیدونیم، فقط میدونیم که اون از موقعی که به هوش اومده همینجوری داره مرتب میگه لولایی لولایی. البته جسارتا من میگم آقای لولایی، ولی اون میگفت لولایی. حالا بخشی بچه؟ دختره، دختر بچه، بچه بزرگه ما بینشه. ببخشید خیلی من کودن شدم، من اصلا نمیفهمم چی میگید شما، ببخشید. زنگ موبایل منه، کجا گذاشتم موبایل منه؟ موبایل منه زنگ، ولی زنگ شبیه زنگ موبایل شماست. شما کجا میدونی که زنگ موبایل من چیه؟ آها، وقتی شما با زنگ موبایل من اشتباه میگینین حتما موبایل شبیه همدیگه هن. بعد آقای لولایی ما اطلاعاتمون کامله، ما مورم ماس میکشیم بیرون، ما همه برنامهاتون میبینیم،
لذت میبریم. خیلی دوستتون داریم. خیلی ممنون. جواد ما بخوای بدیم؟ نه، این خبرنگاران، این مطبوعاتیان توی بیمارستان هره پیگیر قضیه ان، میخوام برن تو اتاق، من نذاشتم. چه قضیه؟ آقای لولای چه قضیه ای؟ من میگم دختره با حال بد ورداش آوردن بیمارستان، وقتی هم به هوش اومده میگه لولای لولای. حالا شما اومدین از من مژدگانی میخواین؟ آقای لولای، ما در حین ماموریت مژدگانی قبول نمیکنیم، ولی شما اگر دوست دارید بدید، ما کی باشیم که از دست یه هنرمند گل مملکت قبول نکنیم. الان خدمت میرسم، چایتون سرد شد، بفرمایید. خواهش میکنم. عجله نیستا. یه لحظه الان میام. الو، 110. سلام، ببخشید از دیشب تا حالا یه آدمی مزاحم من شده، واسم اسمس های مشکوک میفرسته، الانم با یه اسم جعلی وارد خونه من شده، از من باجگاهی میکنه. بله بله، میشه به ماموراتون بگید که یه سر بیان در خونمون؟ من حمید لولایی هستم. بله بله، همون خشایار مصطفی. خواهش میکنم. آخه الان چه وقت این کار راست نمیشه آخه. حالا باشه دفعه دیگه. نه غلام، خوبه؟ بله بله، آدرسمون همین بغل کلانتریتون، ساختمون قرمز است. بس سریع بگیم بفرستید. خیلی ممنون، خدافظ، منتظرم. خدافظ. خب حالا این دختری نگفته که چه نسبتی با الو. ببین من بعدم به زنگ میزنم. الو نمیتونم. باشه رفیقی. آقای خوشبخت، آقای جلالی، اشاره شدم زنگ زده پلیس، به تلفن‌ها آدرس مشکوک شده، من دارم میام بیرون. نه نه، هر جا هستی همونجا بمون، پلیس جلو در الانم داره زنگ در خونه رو میزنه. باشه باشه. جناب سربان همین الان در رفت، نذارید بری، من الان خودم میام پایین. خود نه بابا، این حرفا چی؟ کجا میری؟ با من دارم میام، همونجا وایسا. نه خیالت راحت بشه، من که بهت گفتم خودم درستش میکنم. خب باشه، من خودم درستش میکنم، همون سر چهارراه همیشگی وایسا. بابا من کارم زیاده، دارم میام، چرا اذیت میکنی تو؟ سلام آقای لولایی، خوب هستی شما؟ خیلی ممنون، مخلصین، خوب هستی شما؟ حالا از خونه اومد بیرون، فکر کنم در رفت. چرا جناب سرور؟ خیلی زرنگ بودش. چرا جناب سرور؟ من دیدم. حالا چی کار میکنی جناب سرور؟ جلو ماشین رو ببینم. وایسا وایسا، بپایین سرکار، این نیست، این روزبه سرکار، این نیست، اون یاروه رو بگیری، این نیست عزیزم. ببینم شما اینجا یه آدم مشکوک ندید تو این ساختمون؟ آدم مشکوک؟ نه، یه قدم متوسط داشت، همچین جوون بود، شبیه خروس هم بود. نه نه، من تو پارکینگ هم بودم، کسی رو ندیدم. یعنی تو حواست دیدید؟ نه ترسیم، نه ترسیم، خسنم. تو چرا آروم حرف میزنی؟ کاری هست وایسم، نه چه دروغی؟ تو صندوق به کدوم ماشین؟ تو چی کار میکنی؟ ماشین الان میام دنبالت. آقا قهرمان، آقا قهرمان، تو اینجا چیکار میکنی؟ شما اینجا چیکار میکنی آقا؟ من اومدم تاکید این پسره رو روشن کنم دیگه. خب منم اومدم برای همین، بپر بالا، همین الان پسره جلو پاد رفت. بودو بودو، برو برو.
اون وری رفت؟ من چه میدونم؟ جناب سروان، یه دقیقه قبل از اینکه شما زنگ بزنید از خونه اومد بیرون. مگه میشه آقای لولایی؟ ما اینجا بودیم، کسی رو ندیدیم. جناب سروان، همه جا رو گشتم، هیچ مورد مشکوکی هم نبود. همه جا رو خوب گشتی؟ بله. یعنی چی؟ یعنی آب شد رفت تو زمین؟ آقای لولایی. بله. توهم چیه جناب سروان؟ بهم زنگ زدش. شماره شو من دارم، اونها افتادی رو موبایلن. بفرما. توهم چیه جناب سروان؟ از این 938 نبود اتفاقا شمارش. بفرم. یه لحظه اجازه بده. اجازه بده. شما شمارش پاک شده. اسمس داده برای من. حالا من اسمس رو بهتون نشون میدم. بفرم. نه این که ماله بچه این فیلم برداری. الان خدمتتون نشون میدم. بابا همه اسمس ها هست. بعد اون پاک شده. پاک شده. هم شمارش پاک شده هم اسمسش پاک شده. اجازه دارم. ولی زنگ زده چی به من؟ باش آقای لولایی، هم اسمساش پاک شده، هم خودش آب شده. ولی پاک شده. ولی من به عنوان برادر کوچکترتون میخوام یه چیزی به شما بگم. آقای لولایی، شما هنرمندی، شما باید الگوی جامعه باشید. این مسائل خیلی یارو خونه خراب کرده آقای لولایی. جناب سروان چی داری میگی؟ جناب سروان من اینقدر بدبختی دارم اصلا اهل این حرفا نیستم. جناب سروان من میگم زنگ زده به من، حالا پاک شده. باش قبول. کاری چیزی داشتی ما در خدمت شما هست. خوبه؟ خیلی ممنون. کاری نداری شما؟ بریم. اینجا هم سر یه لحظه. آقای لولایی، ما رو که تا اینجا کشوندی. یه عکس با این بنده خدا بگید دوست داره با شما یه عکس بگیره. بفرمایید در خدمت هستیم. بفرمایید. دوربین تو من. بفرمایید. برید اونجا واسه. آقا لولایی، ما شما رو خانوادگی دوست داریم. وقتی سریالاتون پخش میشه و ما همه گی کارامون تعطیل میکنیم، فقط میشین برنامه شما رو نگاه میکنیم. اگه اجازه بدید همین که عکس ندید من باشتون کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. ولی جان سلام، من فردا میرم مخابرات، پلیس مکالمات رو میگیرم، میارم خدمتتون که باورتون باشه. این که رفته رو فیلم برداری که یه دقیقه باشید. بگه دکمش کدومه په؟ ها دکمش اینجاست، دکمش اینجاست. ای بابا این که مموریش پره که. یه لحظه صبر کنید. آبه داریم یکیش الان پاک میکنم. آماده؟ حل دست در دستان در نکنم. هوا تو کردم من حیرون توی